آقای سید محمد علی سید حسینی و خانم فرزانه شریفی. من دیگه گذاشتم آیتم ها و مشخصات خودتون بگین، یک ذره در مورد خودتون بگین، یک ذره در مورد کارتون بگین، چه کار کردین و الان دارین چه کاری رو انجام میدین. بفرمایید. خیلی ممنونم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمونای عزیز آپارات گیم شو. من فرزانه شریفی هستم. خب الان به عنوان مدیر انستیتو ملی بازیسازی تقریبا فکر میکنم که یک سال و 7-8 ماهی شد که در حوزه آموزش بازیسازی دارم در بنیاد فعالیت میکنم و خب حالا فعالیت هم در صنعت بازیسازی به صورت رسمی تقریبا میشه گفت که یک 6-7 سالی هست و خب در کنارش هم من تقریبا میشه گفت که یک دهه هست که دارم روی حوزه بازی‌های دیجیتال پژوهش میکنم. در واقع با سمت پژوهشگر من سالها کار کردم، فعالیت کردم، پایان‌نامه دوره دکترای خودم هم روی حوزه بازی‌های دیجیتال نوشتم. از علاقه که به حوزه پژوهش بازی داشتم، من که خب خودم از بچگی گیمر بودم و خیلی علاقه داشتم همیشه به گیم، وارد این حوزه شدم و از معاونت پژوهش کار خودم شروع کردم در بنیاد و بعدن حالا وارد حوزه انستیتو ملی بازی سازی شدم. انستیتو هم که خب کارش، رسالت اصلیش آموزش هست، آموزش بازی سازی به علاقمندا، به فراگیرا که ما به اصطلاح بهشون بازی آموز میگیم توی انستیتو ملی. و الان یه 10 سالی هست که انستیتو داره فعالیت میکنه. بچه های خیلی زیادی اینجا آموزش دیدن و به عنوان نیروی انسانی تربیت شدن، وصل شدن به صنعت و خب الان در جایگاه های مختلف شغلی توی صنعت خیلی هاشون دارن فعالیت میکنن، آدم های موفقی هستن. بسیار عالی. شما بفرمایید. سلام. من دفعه قبلی کامل گفتم، ولی این دفعه گفتم خودتون بفرمایید. خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و بینندگان محترمتون. سید حسینی هستم، معاون حمایت در بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای. تقریبا 10 سال 12 سال تقریبا از ابتدای بنیاد در اونجا فعالیت میکنم، حالا توی حیطه‌های مختلف و در خدمت شما هست. بسیار عالی. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از کی فعالیتش شروع کرده و چه نوع سازمانی در است؟ اگه میشه ما رو یه ذره بیشتر باهاش آشنا می‌کنیم و یه ذره درباره خود بنیاد و حالا فعالیتش برای ما توضیح میدیم. بخواییم بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در سال 85 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شد و سال 87 به صورت رسمی کار خودش رو شروع کرد. خب در ابتدایی که کارش رو شروع کرد، مسئولیتی که به عهده‌اش بود این که بازار بازی‌های در واقع ویدیویی رو در کشور سامان بده و بحث رده‌بندی سنی، سیستم رده‌بندی سنی رو ایجاد کرد که اون موقع جزو شاید اولین سیستم رده‌بندی سنی منطقه بود و جزو رده‌بندی‌های سنی مطرح توی دنیا بود، توی ایتی بازی‌های در واقع ویدیویی در کشور. و مطالعات خیلی خوبی انجام شد، اون در واقع رده‌بندی سنی ایجاد شد. یه کار عمده دیگه ای هم که همون موقع شروع کرد این بود که ما رو بحث تولید در واقع در حیطه بازی‌های ویدیویی وارد بشیم. تو حیطه بازی‌های پی سی و کنسول ما بازی‌های در واقع همون موقع چند تا بازی خیلی خوب ساختیم، بازی برازر بنست آنلاین در واقع داشتیم که داخلی تولید شده بود و اینها رو همه بنیاد حمایت کرد که این بازی‌ها تولید بشه. خیلی از نمایشگاه‌ها، رویدادهایی که تو این حوزه در واقع مطرح هست و شکل گرفته و سالیانی که داره برگزار میشه، اون زمان در واقع بنیاد شروع کرد. بعد از در واقع چند سالی که گذشت، سال 90-91 بود که حالا بحث انستیتو ملی بازی سازی و مرکز رشد در واقع بنیاد ایجاد شد توسط بنیاد و خب یه سری فعالیت‌ها در حوزه آموزش و فعالیت‌ها رو در حوزه آموزش در واقع ادامه داد تا اینکه بحث پژوهش رو هم در سال 93 در واقع ایجاد کرد با در واقع به وجود آمدن معاونت پژوهش و دایرکت که اونجا در واقع حوزه پژوهش رو هم مورد پوشش قرار داد. در نهایت 4 تا در واقع معاونت اصلی بنیاد داره که مطابق با 4 مأموریت اصلیشه: معاونت حمایت، معاونت نظارت، معاونت آموزش و معاونت پژوهش، که این 4 تا معاونتی که داره مطابق همون مأموریت‌هایی که بنیاد در واقع بهش می‌پردازه و خب بسیاری از رویدادهای مختلف رو هم بنیاد پوشش میده، رویدادهایی که مرتبط با تولید بازی، رویدادهایی که مرتبط با عموم مردم و مصرف کنندگان، رویدادهایی که مرتبط با بازیکن‌های حرفه‌ایه که
مسابقات بازی سازی که سالیانه برگزار میکنه و رویدادهای متعدد دیگه‌ای که بنیاد بهشون میپردازه. بسیار. من فقط خواهش کنم اگر امکانش بود یه ذره بلند بله صحبت بله. کنیم که چون ماسک بله. صدا رو بخش حمایت بنیاد ملی دقیقا چیکار؟ بخش حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه‌ای تمرکزش بیشتر روی اینه که از بازی سازی و تولید بازی در داخل حمایت بکنه. سالهای متعدد در واقع این کار رو انجام داده. حالا سالهای قبل به شکلی بوده که در واقع از پروژه ها و محصول ها حمایت میکرده. دو سه ساله که ما یه ساختار حمایتی رو دیدیم که این متشکل از شرکت ها و تیم های بازی سازی. یعنی در واقع ما دیگه از محصول حمایت نمی کنیم، ما از تولید کننده حمایت می کنیم، شرکت هایی و تیم های تولید کننده بازی در کشور که اونها یه عضویتی پیدا میکنن در این ساختار، بر اساس اون عضویتی که پیدا میکنن یک اعتباری بهشون اختصاص پیدا میکنه، اون اعتبار رو میتونن در حیطه خدماتی که مورد نیازه برای بازی سازی خرج بکنن و صرف بکنن در مدت یک سال. ما امسال اتفاقا دوره سوم در واقع این ساختار به نام ساختار حمایتی همگرا، دوره سومش رو داریم ثبت نام میکنیم که در اسفند ماه شروع شده و تا انتهای سال در واقع مهلت ثبت نام تا 20 هست، مهلت ثبت نام هست و کسایی که در واقع عضو این ساختار بشن به روال قبل این اتفاق براشون میفته. یه سری برنامه ها و گسترش حمایت ها رو از حیطه بازی سازان به حوزه های دیگه همچون آموزش و پژوهش و مصرف و رسانه و اینها هم داریم که حالا برنامه های سال آینده است که من اون رو هم خدمتتون عرض میکنم. بسیاره. انستیتو ملی بازی سازی الان در چه حال روزیه؟ چه کار میکنه و چه کار میکرد؟ یه توضیحی هم خودتون در مورد انستیتو برای منظورتون از استفاده از فعل ماضی چی کار میکرد که مربوط به دوران قبل از کرونا بود دیگه. آره، خب آره، حالا قبل دوران خواستم بدونم کلن اگر میشه روندش رو برای ما توضیح بدیم. خب همونطور که آقای سید حسینی گفتن انستیتو 10 سالی هستش، از سال 90-91 تأسیس شده و بعد از اونم بلافاصله مرکز رشد بازی سازی تأسیس شد و حالا این دوتا در حقیقت در رابطه جزء و کل با هم نبودن، میشه به صورت موازی با هم دیگه جلو میرفتن. چند سال اخیر دیگه خب مرکز رشد هم جزء اسست ها و دارایی های در حقیقت انستیتو شد و در ذیل اون اومد و خب هر دو هم ذیل معاونت آموزش و هدایت فرهنگی بنیاد رفتن. واقعیتش اینه که خب کرونا یه شوکی به همه کسب و کارها، به همه واحدهای حتی بنیاد هم وارد کرد، ولی خب انستیتو کارش رو چون از خیلی وقت قبل‌تر از اون به صورت مجازی شروع کرده بود و ما همیشه دوره‌هامون رو سعی کردیم که خب به صورت ملی، چون اسمش انستیتو ملی هستش، ملی برگزار بکنیم و حالا به صورت آنلاین هر طور که میشه بتونیم به شهرهای دیگه هم ببریم، خیلی ما رو اذیت نکرد واقعیتش از این جهت در برگزاری دوره‌هایی که تخصصی، حالا مثلا ما به صورت ترمیک یا کارگاهی داریم برگزار می‌کنیم. اما خب واقعیتش این که انستیتو یه رسالت دیگه هم داشت در کنار همه کارهایی که می‌کرد، اونم برگزاری رویدادهای تخصصی بود، مثلا یه رویدادی مثل GDX، رویدادهای مثل دور همیه طراحان بازی که واقعا برند هستن و مال انستیتو بودن تمام این چند سال و انستیتو در واقع خیلی زحمت کشیده و اینا رو به یه جایی رسونده و واقعیتش اینه که ما این رویدادها رو یک سال گذشته نتونستیم برگزار بکنیم، حتی به صورت آنلاین، یعنی واقعا کیفیت مطلوب خودش رو نمیتونست با برگزاری آنلاین حفظ بکنه. تلاش هم کردیم ولی خب در نهایت متأسفانه در اولین فرصت هستیم که کرونا بره و ما بتونیم دوباره دور هم جمع بشیم و این سری رویدادهای این شکلی و دور همیایی بذاریم با بازیسازا و تجربیات رو انتقال بدیم، حرف بزنیم و حالا مثلا رویدادهای خودمون رو برگزار بکنیم. بسیار عالی. یه سوال از جفت عزیزم دارم، این که به نظرتون چطوری میشه فرهنگ بازی سازی، بازی کردن و استریم رو بیشتر جا انداخت بین حالا هم خانواده هم قشر جامعه و کلا این اتفاق قراره بیفته یا نه و بنیاد ملی و انستیتو این کار رو دارن انجام میدن یا خیر؟ شما بفهمید. نکنید در مورد این که خب بنیاد یه بخشی از کاراش در حیطه فرهنگ سازیه در همه حوزه هایی که مرتبط با ماموریت هاش هست.
یک قسمتی در موقع در حیطه بازی سازی همونطور که فرمودین، یک قسمتی در حیطه نشر، یک قسمتی در حیطه در واقع بازیکنان حرفه‌ای و کسایی که در واقع ای‌اسپورت بازی میکنن، یه قسمتی در حیطه رسانه‌ای ها و کسایی که به صورت تخصصی در این حیطه دارن فعالیت میکنن. در هر حیطه یه سری مأموریت هایی رو بنیاد به عهده داره و از طریق حالا ابزارهایی که داره، ما یه قسمتی داریم توی بنیاد به نام فهم بازی، یه سایتی هم در همین رابطه هست که پژوهش هایی که مرتبط با حیطه سواد رسانه‌ای اونجا در واقع منتشر میکنه. یه قسمتی بخشای انستیتو، در واقع کلاس‌های انستیتو هستن که اینها توی حیطه‌های مختلف کمک می‌کنن. مثلا یک مدتی انستیتو ژورنالیسم بازی رو تدریس می‌کرد، یعنی افراد رسانه‌ای که توی این حیطه می‌خواستن فعالیت بکنن پرورش می‌داد و در آینده هم، در سال آینده هم برنامه اینه که این در واقع گسترش پیدا بکنه. خب اسرا، در واقع سیستم رده‌بندی سنی، خیلی به بازیکنان کمک میکنه، به خانواده‌ها کمک میکنه با بازی‌های مختلف به لحاظ محتوایی، حتی قبل از اینکه این بازی رو بازیکنان آشنا بشن، و اینکه تو چه تایمایی بازی‌ها رو مصرف بکنن، حالا در واقع صلاح در واقع بازیکنان اینه که مثلا ساعت‌هایی که در روز بازی میکنن به لحاظ فیزیکی چقدر باید بازی کنن که آسیب نبینن، و این مسائل رو به هر صورت همون چیزی که در دنیا هست، چون میدونین که مثلا خیلی از کشورها مثل چین، کره جنوبی قوانینی دارن که حتی مصرف رو با توجه به اون میزان آسیبی که ممکنه بزنه به در واقع مصرف کنندگان و به در واقع بازیکنانی که تو این حوزه هستن تنظیم میکنن، و اون قوانین در واقع کمک میکنه به اینکه اینها مصرف بهینه داشته باشن و حالتی باشه که بتونن در واقع از اون بازی لذت ببرن و سرگرم بشن و خیلی در واقع آسیبی پیدا نکنن که غیر قابل جبران باشه. این رو هم بنیاد دنبال میکنه، از اون طرف ترویج این رو هم دنبال میکنه. یعنی بنیاد برای اینکه حوزه ای اسپورت رشد بکنه، تقریبا الان 5 ساله که یک مسابقه ای رو برگزار میکنه که قبلا به نام لیگ بازی های رایانه ای بود، الان به نام IGC یا جام قهرمانان بازی های ویدیویی ایران، که امسال هم در واقع نویدش هست که در ماه رمضان ما این رو به صورت آنلاین برگزار بکنیم در رشته های متنوع. هم بازی های خارجی خیلی خوب هستن، هم بازی های ایرانی هستن، جوایز خیلی خوبی هم داره به نسبت کل در واقع کشور. اگر که بخوایم در نظر بگیریم، شاید بزرگترین رویداد ای اسپورت در کشور محسوب بشه به لحاظ تعداد کاربر و مخاطبی که وجود داره. از حیث در واقع جوایز هم که سعی میکنیم جوایزی باشه که ترغیب کننده باشه و اصلا این نوع رویدادها و این نوع در واقع مسابقات توی کشور جا بیفت. عالی، اگه اینجوری باشه جوایز هم من خودم شرکت میکنم. شما به چه صورت اگه بخواین یه توضیح برای ما بدین که چجوری میشه این رو جا انداخت بین هم خانواده ها، حالا هم بین اقشار جامعه؟ ببینید، واقعیتش اینه که جا انداختنش یه بخشه و درست جا انداختنش یه بخش دیگه است. ما بذارین از اینجا شروع کنم که ما خب به هر حال استریمر حوزه گیم کم نداریم و خب تعدادشون روز به روز داره زیاد میشه، هم توی خانوما هم توی آقایون، و خب آدم های با اخلاق هم خود رو شو کم نیستن بین استریمرها. ما حالا اشاره خاص من نمی کنم به استریمری که حالا به هر حال بله بخواد اون عملکردشون، عملکرد اخلاقیشون خیلی مهم تر بوده که فرهنگی رو انتقال دادن که کمک میکنه و این کمک کردن، این رفتار اجتماعی، این مثبت بودن رو توی استریم به هر حال، اونم استریم گیم حالا به هر حال داره نشون میده، این ارزشمندی کار رو خیلی میبره بالا. ما باید کمک بکنیم که مخصوصا تو بنیاد به عنوان یک متولی وظیفه خودمون میدونیم که بتونیم حالا به هر حال این بستر رو فراهم بکنیم که بچه هایی که علاقه دارن به استریمینگ بیان به این سمت که واقعا اخلاق استریم کردن رو، اخلاق فعالیت به عنوان یک رسانه‌ای رو توی حالا اکوسیستم بازی کشور یاد بگیرن و الگو سازی بکنیم. به هر حال بنیاد واقعا در سال 1400 برنامه داره که بیاد قهرمان سازی بکنه از یک سری از گیمرها، استریمرها
که خب واقعا کارهای شاخصی انجام دادن، یک فرهنگی رو جا انداختن، یک تونستن کار مفید و مثبتی برای جامعه انجام بدن و اون علارغم اینکه حالا شاید متاسفانه برداشت های عجیب و غریبی هم از یه سری از کار این استریمرها شده، ولی خب در نهایت از دید ما برای خود صنعت، برای خود گیمرها اتفاقا کار مثبت و خوبی بوده و باعث شده که یه جریان سازی خوبی بشه توی اون قضیه. ما تلاشمون این هستش که برای سال 1400 این رو به این شکل جا بندازیم و اتفاقا اگر که قرار باشه استریم کردن به اون شکل انجام بشه، چرا که نه، خیلی هم خوبه. بسیار عالی. انستیتوی ملی بازسازی تو دوران کرونا چجوری فعالیت کرده؟ الان چه میکنه و حالا دیگه این دورانی که گذشته دیگه فکر کنم یک سال، بیشتر از یک سال. بله، تقریبا پارسال همین موقع ها بود که ما ترم زمستان انستیتو ملی بازیسازی رو شروع کردیم. انستیتو خب در طول سال 3 تا ترم آموزشی داره، تابستان، پاییز و زمستان بهار، که خب ما ترم زمستان بهار 99 رو شروع کردیم، 98-99 رو، بعد یهو کرونا اومد و هفته دوم کلاس ها بود و فقط کلاس های ما از حالت کاملا حضوری به حالت دقیقاً کاملا آنلاین سویت شد و تقریبا خدا رو شکر میشه گفت که هیچ ریزشی توی تعداد فراگیرای ما وجود نداشت. الحمدلله خیلی این شرایط به ما کمک کرد که بچه ها از خیلی از جاهای دیگه از کشور با هزینه کمتر بتونن توی کلاس‌های ما شرکت بکنن. خب الان هم که اینجا که من در خدمتتون هستم، باز ترم زمستون سال 1399-1400 هستش و با یک رکورد شکنی عجیب و غریب توی کلاس‌های انستیتو ما مواجه شدیم این ترم، که خب البته خب نمیشه منکر حمایت نهادهای دیگه هم مثل معاونت علمی شد که خب از دانشپژوهای انستیتو کمک کرده و حمایت کرده و در نهایت تعدادشون هم خیلی بیشتر شد. بسیار عالی، بسیار عالی. یه سوال ازتون، بالاخره متولی حمایت از ورزش‌های الکترونیک تو ایران کیه؟ بنیاد تا الان چه کارهایی در این زمینه انجام داده و چه حمایت‌هایی صورت گرفته؟ میگم عرض کردم، حالا متولی که هر کسی به هر صورت از این حوزه حمایت بکنه، چون این حوزه حوزه‌ایه که ترنده و آینده داره توی المپیک، تو بازی‌های آسیایی بالاخره این داره مطرح میشه، بحث در واقع مدال آور بودن این رشته ها مطرح میشه. به نظرم میرسه با توجه به میزان طرفدارایی که وجود داره و گردش مالی که این حوزه توی دنیا داره و جایگاه‌هایی که برای این مسابقات در نظر گرفته میشه، این فعالیتی که رو به رشده و هر کسی بتونه به این حوزه کمک کنه، قطعا از حیث اقتصادی، از حیث فرهنگی آورده‌های چشمگیری خواهد داشت. منتها مسئله اینه که بنیاد، خب میگم از 5 سال پیش، در 5 سال که بیشتر، چون ما تو دوره کرونا نتونستیم برگزار بکنیم اینو، 1 سال، از 6 سال پیش، 7 سال پیش وارد این حوزه شده و هر سال داره این رویداد رو برگزار میکنه. حتی پخش تلویزیونی برای این هست، حتی پخش از خود همین رسانه آپارات گیم به صورت زنده این رویدادها پوشش داده میشده. جوایز خیلی گسترده یا بنیاد آورده برای اینکه تو رشته های متنوعی با سلایق متنوعی که وجود داره، خب این برنامه هایی که بنیاد اجرا کرده و این حوزه رو حوزه گرمی کرده. از طرفی ما مجوزهای مرتبط با مسابقات هم صادر میکنیم و این از این جهته که بتونیم صیانت بکنیم از کسایی که توی این مسابقات شرکت میکنن، برای اینکه به حق و حقوقشون برسن، به خاطر اینکه اگر تقلبای صورت میگیره ما بتونیم نظارت بکنیم و این مشکلات رفع بشه. بنیاد میگم از هم حیث اینکه در واقع نظارت بکنه به این حوزه و هم از حیث اینکه خودش به صورت مستقل وارد بشه و این حوزه رو در واقع گرم بکنه و کمک بکنه به این حوزه شکل بگیره، فعالیت‌هایی رو انجام داده و از این به بعد هم می‌خواد این فعالیت‌ها رو توسعه بده. ما یک پلتفرمی رو داریم ایجاد می‌کنیم که تقریبا هم کارش تموم شده، میگم برای ماه رمضان احتمالاً استفاده می‌کنیم ازش. این پلتفرم برگزاری مسابقات آنلاینه، یعنی خیلی از علاوه بر اینکه بنیاد یه سری برنامه‌هایی داره برای برگزاری این مسابقات، خیلی از جاهای دیگه هم میتونن از این پلتفرم استفاده کنن و مسابقات آنلاین رو به راحتی برگزار بکنن. شاید خیلی مفید باشه در واقع این داستان. ما حالا کاری که می‌خوایم برای ماه رمضان انجام بدیم، احتمالاً اگر کرونا باز تخفیفی پیدا بکنه، ما اختتامیه رو یا در واقع مسابقات پایانی رو به صورت حضوری برگزار بکنیم، حالا با رعایت
پروتکل‌های بهداشتی و انشاءالله در واقع امسال هم که سال جدید هست، سال 1400، از این حیث در واقع فعالیت پرباری و بنیاد داشته باشه و بتونیم بیشتر این حوزه رو مطرح بکنیم، به دلیل اینکه واقعا بنیاد اعتقاد داره، کسایی که توش کار میکنن اعتقاد دارن بازیکن‌ها، به خصوص بازیکنایی که حرفه‌ای هستن، اینا استعداد دارن، مثل ورزشکارا میمونن و ورزشکارا چطور به عنوان یه سرمایه ملی شناخته میشن، تو این حوزه هم باید یه همچین نگاهی باشه. یعنی کسایی که دارن افتخار آفرینی میکنن، تو مسابقات مختلف شرکت میکنن و برنده جوایزی میشن، برنده حائز رتبه میشن، اینها کسایی هستن که در واقع باعث افتخار هستن و باید بهشون پرداخت و باید کمکشون کرد، حمایت کرد که بهتر از این عمل کردشون باشه. از طرفی هم خب باید زمینه رو فراهم کرد که اینا اون فضای رقابتی که میشه در واقع کشور داشته باشه. مثلا شما ببینید توی والیبال مثلا لیگ هست، توی فوتبال لیگ هست، اینا خیلی کمک میکنه که اون کیفیت رقابت ارتقا پیدا کنه. ما باید به این هم کمک بکنیم. مثلا ما یه گامی که برداشتیم، احتمالا میخوایم با این پلتفرمه به صورت لیگ و به صورت تمام فصل برگزار بکنیم و در طی سال این لیگه باشه، مسابقات حالت تورنمنتی که سر جای خودش هست، ولی مسابقات پایداری باشه که بعدا مثلا دیویژن های مختلف اینا دستبندی بشن و بشه در واقع اینا رو رتبه بندی کرد و یه جایگاه هایی هم پیدا بکنه و به صورت رسمی در واقع اینها شناخته بشن و حمایت هایی که لازمه ازشون صورت بگیر. این باید فکر میکنم بین خانواده ها هم یک ذره جا بیفته که اصلا این دیدشون رو نسبت به گیم و بازی سازی عوض کنم. و اینکه حالا به نظرم این هم باید یه بخشی از بنیاد باشه که خانواده ها رو یا بیشتر آشنا کنه با صنعت گیم، که بتونن حداقل، چون به هر حال دید آدم هایی که ما توی دهه مثلا همون سال 85 تا حالا سال 95، چرخش الکترونیک توی جهان خیلی سریع بوده، این سرعت بالا بوده، هنوز خانواده ها به خیلی از چیزهایی که روزمره آدم ها یعنی جوانتر ها عادت نکردن. فکر کنم اینم باید بخشی باشه که اگر برنامه باشه روش انجام بشه و بتونیم بیشتر معرفی کنیم. قطعا این بازی ها رو بنیاد خوب فعالیت این شکلی هم داره. حالا خانم شریفی تو حوزه روابط عمومی هم باز میتونن توضیحات بیشتری بدن که برنامه هایی که در این حیطه هست. ولی این چیزی که شما فرمودین، بحث اینه که خب بازی به عنوان یک رسانه دیده بشه، بازی به عنوان یه اسباب بازی یا یه بازیچه دیده نشه. کسی که مصرف رسانه‌ای داره هیچ موقع خیلی دست کم گرفته نمیشه. کسایی که کتاب میخونن، کسایی که موسیقی گوش میکنن، کسایی که سینما میرن، اینها آدم‌های محترمی هستن، اینها مردم عادی هستن که از رسانه‌ها استفاده میکنن. بازی هم به همین صورته. حالا اینکه بازی‌ها، بعضی از بازی‌ها اتفاقاً قابلیت‌های خیلی، حتی مصرفش قابلیت‌های خیلی خوبی در مخاطب ایجاد می‌کنه، چه به لحاظ شناختی، چه به لحاظ ارتباطی، چه به لحاظ حرکتی. با خیلی از این بازی‌ها بازی‌های حرکتی هستن، تکنولوژی‌های حرکتی و مبتنی بر حسگر توی در واقع کنسول‌ها هر روز داره پیشرفت می‌کنه. تکنولوژی‌های جدیدی مثل VR AR دارن تو بازی‌ها در واقع میان و این حوزه‌ایه که رسانه آینده است. مصرف کنندگان این حوزه هم کسایی هستن که متعلق به نسل آینده هستن. این باید شناخته بشه و مورد شناسایی قرار بگیره. بسیار عالی. شما اگر توضیحی می‌خواید اضافه کنید بفرمایید. نه، توضیحاتشون کامل بود. فقط من از حوزه وانه در واقع هم یک فرد رسانه‌ای و هم از جایگاه رسانه در بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای باید بگم که واقعا حالا این قدم خیر رو آپارات برداشته و داره. خب به هر حال صنعت رو، من همونطور که نگاه میکردم قسمت‌های قبلی رو دیدم که خب از جایگاه‌های مختلف شغلی توی صنعت داره دعوت میشه و این اقدام خیلی خوبیه. یعنی ما شاید پیش از این نداشتیم و ندیدیم که هم از رسانه بخواد دعوت بشه، هم بخواد مثلا از گیمر دعوت بشه، هم از بازیساز بخواد دعوت بشه و حالا از کاراکترهای مختلفی که توی صنعت دارن فعالیت
میکنن. یه مقداری ما نیاز داریم که تو جامعه خودمون اول از همه این فرهنگ رو جا بندازیم، شاید اصلا این وظیفه خود بنیاد هم باشه که مقدار دید جامعه نسبت به گیم واقعا باید تغییر پیدا بکنه. خب بنیاد واقعا الان از سال 1300 و اگه اشتباه نکنم 1395-96 بود که خب ما سکشن در حقیقت سیریس گیم رو آوردیم توی رویداد کنفرانس از همون سال اول، و خب واقعا بنیاد عزمش رو جمع کرد که به همه ثابت بکنه که بازی واقعا یک رسانه مفید، یک در حقیقت ابزاری هست برای اینکه میتونه در حقیقت کمک بکنه برای اینکه آدم‌ها آموزش ببینن، آدم‌ها توان بخشی پیدا بکنن و خب خیلی اثرات مثبت دیگه‌ای در کنارش داشته باشه. الان خدا واقعا آدم نگاه میکنه میبینه که در کنار این همه تلاشی که داره میشه هنوز یک سری رسانه‌ها هستن که خیلی اصرار دارن بگن که رسانه بازی به سراسر مضر مخربه و خب اثرات منفی داره، در حالی که واقعا دید خود بنیاد ملی بازی های رایانه ای اصلا چنین نبوده. تمام این چند سالی که من در حالا پست‌های مختلف شغلی حداقل تو بنیاد بودم، که بنیاد واقعا تلاشش رو داره میکنه برای اینکه این دید مثبت رو حداقل از سمت خودش نشون بده و واقعا هم برخورد بکنه با رسانه هایی که دارن شایعه پراکنی میکنن علیه رسانه گیم، و خیلی هم تعصب داره بنیاد روی رسانه خودش که خب به هر حال نشون بده که این رسانه اثرات مثبتی داره. هر سال داره سیریس گیم پرایز، جایزه بازی های جدی داره با در حقیقت تمام محدودیت هایی که بوده برای جا انداختنش به عنوان نخستین رویداد در منطقه خودمون در منطقه خاورمیانه این رویداد رو جا بندازه، تبدیلش بکنه به یک رویداد بین المللی و بسیاری از دانشگاه ها ارگان های دولتی خصوصی بیان پای کار، و خب نشون بده که این رسانه خیلی مفیدی اثرات مثبتی داره و به هر حال داره بنیاد تمام تلاشش رو میکنه برای اینکه این بستره درست شکل بگیره و دیدگاه های مقدار زیادی تغییر پیدا بکنه از اون موجی که میگفتن بازی سراسر اثرات منفی داره و اثرات مضر داره و برای مخاطبش خیلی ممکنه به هر حال خوب نباشه. بله. انستیتوی ملی بازی سازی چه برنامه‌ای داره برای اینکه حالا استعدادهای جدید و جوانتر رو که میخوام بازی سازی انجام بدن و تو این برنامه باشن رو جذب کنه و آشنا کنه، برنامه های تازهش بشه صورت؟ انسیتو خب واقعا همیشه این دغدغه رو داره، یعنی اولویت شماره یکش این هست که اونایی که علاقه مند هستش رو جذب کنه و در کنارش بتونه درست به درستی اونها رو وصل بکنه به صنعت بازی سازی کشور، به شرکت‌های بازی‌سازی، به تیم‌های بازی‌سازی، به مرکز رشد بازی خودش که داره اونجا در حقیقت تیم‌ها رو رشد میده، پرورش میده. این دغدغه رو واقعا به صورت کیفی من میتونم بهتون بگم که چقدر تونسته محقق بکنه، واقعا چون عدد مشخص، یعنی فراوانیش به صورت عددی مشخص نیست. ما چند سال گذشته واقعا انسیتو تلاشش بر این بوده که کسایی که اومدن اونجا آموزش دیدن خب نه از لحاظ کمی به تعدادشون بخواد اضافه شه، بلکه از لحاظ کیفی هم بخوایم به کیفیت دوره ها، کیفیت اون پرورش و استعدادیابیمون اضافه بکنیم، دپارتمان های تخصصیمون رو بنا به نیازی که صنعت داره اضافه بکنیم، و خب شناسایی آدم هایی هم که علاقه دارن به این قضیه هم خیلی سخت نبوده واقعیتش. یعنی خب خیلی از کسایی که میان که من بخوام بگم که در کنارش بنیاد تلاش زیادی کرده برای اینکه این افراد رو شناسایی کرده آورده وارد در حقیقت عرصه آموزش بازی سازی کرده، نه، چون خیلی از اینها از خود گیمرها هستن. یعنی واقعا هر کی که میاد تو انسیتو آموزش میبینه قطعا اون علاقه اولیه به بازی کردن رو داره. خب حالا در کنارش یک شاخه هم ایجاد میشه برای اینکه بازی ساز بخواد بشه. یعنی همیشه خیلی از کسایی که میان تو انستیتو من باهاشون صحبت میکنم از بچه‌های واقعا 9 ساله 10 ساله تا مثلا آدم‌های 45 ساله 50 ساله که میان برای آموزش، اینا اولش گیمر هستن، یعنی در درجه اول گیمر هستن، بعد که متوجه میشن که یا مثلا با یه سری کیورد‌های خیلی ساده سرچ میکنن که مثلا ببینن چه جوری میشه آموزش بازی سازی یا بازی سازی،
خب تقریبا اولین رکوردی که واسه شون میاد انسیتو ملی بازی سازی و بعدم میان حالا یا زنگ میزنن مراجعه میکنن و میان آموزش هاشون رو. به هر حال ما هم اینجا یک سری مشاوره های رایگانی هر هفته تقریبا میشه گفت، گاهی وقت دو هفته بار میشه براشون میذاریم. اینا میان راهنمایی میشن، مدیر دپارتمان های انسیتو راهنماییشون میکنن، مدیر دپارتمان های ما هم که خب خودشون بازیسازای قهار و خبره‌ای هستن، هم در حوزه فنی، هم هنری، هم طراحی، و بچه ها رو راهنمایی میکنن، هدایتشون میکنن تا اون مسیری که درست هستش و اون جایی که بهش تعلق دارن توی صنعت. و واقعا اگه خودش یکی بخواد و علاقه‌مند باشه و واقعا پیگیر باشه وسط راه آموزشی، اون مسیری که آموزشی هست، مسیر آموزشی که ما براش در نظر گرفتیم، نخواد رها بکنه، قطعا به جای درست اون نقطه که بهش تعلق داره وصل میشه. بسیار عالی. من خواهشم بکنم اگر امکانش هست یه ذره همه چیزها رو کوتاه‌تر کنیم که به همه سوالات بتونیم برسیم اگر اشکالی نداشته باشه. ببخشید. بنیاد در زمینه قیمت‌گذاری تجهیزات گیمینگ و عرضه بازی‌ها چه نظارتی انجام میده تا گیمرها بتونن با دردسر کمتری سرگرمی‌ها رو داشته باشن؟ برای مثال خودم مثلا قیمت ایکس باکس و پلی استیشن 5 یکیه، به دلار تقریبا یک قیمته، اما توی ایران 10 میلیون تومان تفاوت قیمت فروش کنسوله. میخوام بدونیم که حالا به چه صورت هست. میکنیم بنیاد جز مأموریت های اصلیش این نیست که تو بحث کنترل قیمت سخت افزار تو بازار ورود بکنه، ولی داره سعی میکنه که از ظرفیت های دیگهی که وجود داره از طریق حالا واحد در واقع نظارت، معاونت نظارت، در آینده در واقع تدابیری رو در موردش فکر بکنه که بشه از طریق وارد کننده های مجاز در واقع این اتفاقا بیفته و توی کشور ما وارد کننده های مجاز این سخت افزار رو داشته باشیم با مجوزهایی که بعداً بنیاد در موردشون صادر میکنه که بشه قیمت رو تا اندازه‌ای کنترل کرد. چون همونطور که میدونید خب خیلی از این سخت افزارها، یا شاید بگیم مثلا اغلب این سخت افزارهایی که در کشور هست، به صورت قاچاق وارد میشه و از مبادی گمرکی اینا عبور نمیکنه. به همین خاطر چون بنیاد مأموریت مستقیمش این نیست و تعریف نشده، بنیاد ورود نمیکنه، ولی به خاطر اینکه این فضا سامان پیدا بکنه تدابیری رو دارن معاونت نظارت بنیاد که بشه در سالهای آینده این فضا رو یه مقدار بهتر کرد، شفاف کرد. همین اختلاف قیمت خیلی عجیبی که بین نرخ دلاری و نرخی که اینجا فروخته میشه و هیچ رقمه در واقع قابل توجیه نیست، این به نظرم میرسه که اون بحث قاچاقش و بحث این که دلالا یا واسطه هایی که این کار رو انجام میدن تو این حیطه هستن و حالا ما سعیمون رو میکنیم که در این حیطه هم کمک بکنیم و بشه بالاخره به یه نتیجه رسید. مثبت. بسیار عالی. یه سوال از هر دو عزیز دارم، این که واکنش بنیاد به حرفایی که از طریق تریبون‌های رسمی به استریمرها زده میشه، مانند اینا که خب بعضی از اینا کلاهبردار هستن، اصلا استریم کردن کار درستی نیست، و خب ما همین چند وقت پیش، چند روز پیش شاید یکی از همین تریبون‌های رسمی بودیم که این رو ما گفته، واکنش شما چیه؟ واکنش بنیاد به این قضیه چیه؟ آیا قراره ادامه پیدا کنه یا قراره متوقف بشه یا هر چیز دیگری؟ من به عنوان نماینده بنیاد ملی بازی‌ها که اینجا هستم اشاره کردم در خلال صحبت‌هام که خب دیدگاه خود بنیاد به صورت کلی در مورد این مسئله اصلا چنین نیست. یعنی بنیاد نظرش کاملا مثبته که به هر حال بخواد از استریم کردن برای اهداف متعالی تر، برای فرهنگ سازی، جریان سازی، برای کار مثبت، مثلا یک کار اجتماعی خوب بشه استفاده کرد. و خب حالا الان خیلی از استریمرهای ما دارن این کار رو میکنن، این فرهنگ خوب رو هم دارن جا میندازن و بله یه حالا واکنشی هم از سمت یک رسانه هم بوده که یک واکنش خوبی نبوده قاعدتا. بنیاد اتفاقا در پاسخ به این واکنش، در برای اینکه بخواد نشون بده که به هر حال این دیدگاه از سمت صنعت کاملا متفاوته، اتفاقا باید به شکل دیگه‌ای به این اقدام‌های اجتماعی که داره از سمت استریمرها برای خیر رسوندن به گروه‌های از جامعه داره انجام میشه،
بونیا در تلاش هستش که حتی چند تا از این بچه های استریمر رو پیدا بکنه، باشون مصاحبه بکنه. ما تو همین هفته هم اتفاقا یه مصاحبه ای هم داریم، مقدار سخت هم هستیم بچه های استریمر رو پیدا کردن، باشون مصاحبه بخوایم بکنیم و یک ویدئویی خیلی سریع و به زودی انشالله همین قبل عیدی هم ما منتشر میکنیم از یک گفتگو مفصلی که با استریمرها داریم. و برای اینکه خب به هر حال هدفشون رو از این اقدام اجتماعی که دارن نشون بدیم و به عنوان یک در حقیقت رسانه رسمی از سمت بنیاد، از سمت سند، ما بخوایم رو منتشر بکنیم و به هر حال یک پاسخی بدیم به رسانه های دیگه ای که نظرشون یه مقداری متفاوت و دور از اون اصل واقعیت داستانه. بسیار عالی. نکنید نظر بنیاد خب اینه که ما یه چیزی رو باید توجه داشته باشیم، این که بازی های رایانه ای اتفاقی که براش میفته مثل سینما سلبریتی نداره، یعنی هنرپیشه نداره که روبروی در واقع دوربین حاضر بشن و اونها مطرح بشن، یا مثل تلویزیون که مجریایی هستن. سلبریتی های حوزه گیم همین استریمر ها هستن که این استریمر ها باید به هر صورت به رسمیت شناخته بشن، که بالاخره اینها هر کدوم طرفدارانی دارن، هر کدوم یه سری از بازی ها رو یا ژانر های بازی رو تخصص خاصی درش دارن و میتونن از طریق اینها و از طریق نمایش کسب درآمد بکنن، همونطوری که شما یک سریال میسازین، همونطوری که شما یک کلیپ موسیقی میسازین و کسب درآمد میکنین از نمایشش. استریمرها هم همین کارو میکنن، یعنی چیز متفاوتی از این نیست و خیلی جاها حتی برای پخش برنامه‌های یعنی مسابقات تلویزیونی حق پخش‌هایی در نظر گرفته میشه، اسپانسرهایی میان در واقع تون همین کاری که در مورد لیگ برتر خود تلویزیون انجام میده، یعنی چیزی خارج از این داستان نیست. منتها سلبریتی‌ها خب بالاخره آدمایی دارن که سوء استفاده گر، مثل همه اخشار، تو همه اخشار این هست، یه سری آدم ها سوء استفاده گرن، ممکنه بقیه اخشار رو یه مقدار بدنام بکنن. یه سری از افراد هستن از همون قشر سلبریتی ها، آدم های خیری هستن، معمولا تو مصائب اجتماعی کمک میکنن به بقیه و این الگو میشن. یعنی ما خیلی مسئولیتمون اینه که اون الگوها رو بیشتر معرفی بکنیم، یعنی اون کسایی که واقعا درسته که درآمد دارن، درسته که کار حرفه‌ای دارن، یه بالاخره یه شغلی دارن، دارن این کار رو انجام میدن، ولی مسئولیت های دقیقاً مسئولیت های اجتماعی رو هم به عهده میگیرن. این توی بحث استریمرها خیلی مهمه توی ایران، به خاطر اینکه این اوایل کاره و کسایی که مردم مواجه میشن با یه شغل جدید، این شغل رو ارزیابی میکنن. اگر ببینن عمده این افراد یا حداقل الگوهای این افراد یک شیوه های حاشیه سازی دارن، یک شیوه های سوء استفاده کننده ای دارن، که تو ایران البته در مورد استریمرها اینجوری نیست، منظورم به اینه که الگو سازی اگر اتفاق بیفته که استریمرهای به اصطلاح ما میگیم استریمرهای خوب، اونایی که در واقع دغدغه های اجتماعی دارن، مسئولیت های اجتماعی به عهده میگیرن، اونایی که به لحاظ فکری میتونن رهبری کنن بالاخره طرفدارانشون رو و به یه سمت خوبی هدایت بکنن، اینها اگر الگو بشن خب این تو جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم به عنوان الگو شناخته میشن و دیدگاه نسبت به استریمینگ خیلی بهتر میشه، یعنی خیلی بهبود پیدا میکنه. بنیادم در این مسیر تلاش میکنه که این اتفاق سریعتر بیفته. که همچین چیزهایی رو ما دیگه مثلا باش روبرو نباشیم. بله، هم این، همین که خب حالا خود آپارات هم در واقع تلاشش اینه که حالا آپارات تو این قضیه دست تنها تره، یعنی آپارات خب به عنوان اینکه حرفه اصلیش در واقع بحث استریمینگه، خیلی مستقیم در واقع در تلاشی که این کارو بکنه. بنیاد هم در کنار آپارات کمک به این داستان میکنه. ما رو یه رویداد مشترک چند ماه پیش با هم دیگه برگزار کردیم که بعد از این رویداد مشترک یکی دو تا تجربه موفق هم داشتیم برای استریم کردن بازی های ایرانی توسط استریمرها، که اتفاقا تجربه های واقعا موفق و خوبی بود، یعنی هم از سمت اینکه خب بازی های ایرانی شناخته شدن و استریمرها دیدن که آقا بازی های ایرانی و طرفدارشون دیدن بازی های ایرانی، بازی های خیلی خوبیه، ما بازی های پی سی خیلی خوب میسازیم که اصلا تو استیم پابلش میشه و طرفدار داره، یعنی طرفدارای خارجی داره، یا استریمرهای خارجی بازی کردن بازخورد های مثبتی دادن، همینطور در واقع استریمرهای داخلی. و این اگر که این ارتباط خیلی خوبی شکل بگیره و بازی های ایرانی هم از این طریق نمایش داده بشن، به نظرم خیلی فضای بهتری میتونه ایجاد بشه. بسیار عالی.
بنیاد برنامه برای برگزاری نمایشگاهی مثل TGC داره؟ چرا نمایشگاهی مثل نمایشگاه بازی و ویدیویی دیگه برگزار نمیشن؟ توی دوران کرونا هم فرصت خوبی بود که نمایشگاهی آنلاین هم داشته باشیم. نکنید نمایشگاه آنلاین و بنیاد براش خیلی برنامه ریزی کرد، یعنی حتی نمایشگاه های حضوری ما یه بار برای اردیبهشت مصلا رو رزرو کردیم برای نمایشگاه عمومی که برگزار میکنیم که بسیار هم نمایشگاه پرطرفداری سال 90 91 92 در واقع نمایشگاه در مصلا برگزار شد. خیلی خیلی خاطره اینو تو ذهن داشته باشن که به مدت 7 روز در واقع این نمایشگاه برگزار میشد. خیلی ها می اومدن بازی میکردن، خیلی از بازی ها می اومد معرفی میشد، سخت افزار اونجا در واقع به سخت افزارهای جدید به نمایش در می اومد، مسابقات بازی اونجا در واقع طراحی میشد. این نمایشگاه ما امسال میخواستیم برگزار، یه بار در اردیبهشت یه بار هم در تابستون اصلا رزرو کردیم مصلا رو این کار رو انجام بدیم، متاسفانه کرونا اینو در واقع اجازه نداد. حالا اتفاقی که افتاده، ما امسال به جای اون نمایشگاه، نمایشگاه آنلاین بی تو بی بنیاد برگزار کرد. به عنوان مثال در واقع سیگپی که برگزار کرد رویداد بی تو بی آنلاین بود و جایزه بازی های جدی، ولی نمایشگاه بی تو سی خیلی سخته به صورت عمومی برگزار بشه، چون اونجا خیلی مبتنی بر اینه که شما میرید یه سری چیزها رو از نزدیک بازدید میکنید، گپ میزنید، یه سری تجربه هاییه که تجربه های حضوریه، خیلی به صورت آنلاین نمیشه این رو منتقل کرد. خیلی از رویدادهای بین المللی هم که به صورت بی تو سی حتی خارجی برگزار شدن تجربه موفقی نداشتن نسبت به حالت حضوریشون. به خاطر همین ما یه جایگزینی انجام دادیم برای امسال، آخر امسال یه کمپینی رو جایگزین نمایشگاه کردیم که کمپین نوروزی بازینو اسمش. این کمپین نوروزی بازینو در مورد اینه که یه سری از بازی‌های ایرانی که خوبن و با کیفیتن و ما تبلیغات توی رسانه‌های مختلف به خصوص رسانه‌های دیجیتال، یعنی دیجیتال مارکتینگ روش انجام میدیم و اینها مطرح بشن برای اینکه کاربرای زیادی که با اینها آشنایی ندارن با بازی‌های موبایلی در واقع ایرانی که در واقع ساخته شده و پر مخاطب هم نسبتاً هست آشنا بشن. یه سری جوایزی برای این گذاشتیم که میتونن به لندینگ پیج در واقع اون رویداد برای عید مراجعه بکنن، بازی‌ها رو دانلود بکنن، قرعه کشی اتفاق میفته. خیلی فضای جالب و گرمیه، به خصوص این که از خود استریمرها برای این تبلیغات استفاده میشه، از اینفلوئنسرهایی که تو حوزه گیم هستن استفاده میشه برای این تبلیغات. سعی کردیم این آخر سال و به سمت سال جدید یک رویداد جایگزینی در مورد این داشته باشیم. مسابقات رو هم که حتما به صورت مجزا، مسابقات یه بخشی از اون نمایشگاهه بود، به صورت آنلاین برگزار خواهیم کرد برای انشالله ماه رمضان. بسیار عالی. شما میخواین توضیح بدین درباره؟ نه دیگه توضیحات کامل دادم. بله انشالله بدید. برنامه انسیتو و بنیاد برای سال 1400 یعنی سال آتی چی هستش؟ برای حوزه آموزش بازی سازی هم دیگه. خود بنیاد رو بدونیم که اصلا کلا برنامه‌شون برای سال 1000 هم انسیتو هم بنیاد. والا برنامه که خب خیلی زیاد داره، برنامه های جدید و برنامه هایی که بیشتر توسعه محور هستن و دارن به صورت زیر ساختی به توسعه نگاه میکنن. اتفاقا یکی از برنامه های خیلی خوبی که انسیتو و همگرا برای سال 1400 دیدن این هستش که ما بتونیم بازی سازهایی که در ساختار همگرا عضویت دارن رو بتونیم شرکت هاشون رو، منابع انسانیشون رو توی انسیتو تقویت بکنیم و بتونیم با در حقیقت کمتر کردن هزینه های آموزشی مثلا به هر حال اون شرکت ها توی انسیتو بتونیم منابع انسانیشون رو بیشتر در حقیقت بتونیم پیشرفت بدیم، بتونیم دوره های تخصصی تر براشون بذاریم. خب ما یه مقداری هم کرونا دست و بالمون هم بست، وگرنه در این دورانی که خب کرونا نبود بازی سازهای زیادی از سمت انستیتو به حالا مثلا کشورهای دیگه به دانشگاه های خارج از کشور اعزام می شدن، دوره های تخصصی می دن، دوره های ادوانس می دیدن و برمی گشتن. حالا این دوره ها رو برای بازی سازهای
علاقمند دیگه هم برگزار میکرد. این مقداری به هر حال باعث شد که ما بیشتر به سمت دورهای آنلاین بریم و این سری از بازیسازهای خارجی رو دعوتشون بکنیم که انشالله به زودی هم در ابتدای سال 1400 این امکان رو فراهم میکنم. ولی خب از میشه گفت شاخص‌ترین برنامه‌ای که ما برای 1400 حداقل تو حوزه آموزش این هستش که با کمک همگرا بتونیم هم تیم‌های مرکز رشد بازیسازی رو تقویت بکنیم، فضاهای بیشتری رو برای مرکز رشدمون در نظر بگیریم، تیم‌های بیشتری رو از سراسر کشور در حقیقت دعوت بکنیم. یکی از در حقیقت مشکلاتی که مرکز رشد قبلا داشته و الان در سال 1400 دیگه تقریبا میشه گفت به صورت کامل برطرف میشه این هستش که این بوده که مرکز رشد خیلی متعلق به تهران بوده، متعلق به شهر تهران بوده. ما داریم حالا توی تحولات برنامه‌های تحولی که داریم برای سال 1400 می‌بینیم هستش که حالا به هر حال بتونیم از هر شهری، از هر جایی از کشور کسایی که علاقمند هستن رو با به صورت کاملا رایگان در مرکز رشد انسیتو تقویتشون بکنیم، آمادهشون بکنیم برای اینکه حالا به هر حال به عنوان یک نیروی ماهر آماده به استخدام بشن. بسیار عالی. در مورد برنامه های سال آینده اگر که بخوایم صحبت بکنیم، من در حیطه حمایت اگر که بخوایم بگم، ما یه ساختار حمایتی همگرا گفتیم داریم که این در حیطه بازی سازا بیشتر فعاله. ما امسال برای سال آینده میخوایم اینو گسترش بدیم از افراد مختلفی که مستعدن در هر حیطه‌ای که مرتبط با حوزه گیمه، در حیطه آموزش بازی آموزایی که هستن، در حیطه پژوهش پژوهشگرای برتری که هستن، در حیطه‌های در واقع مسابقات بازیکنان برتری که هستن، در حیطه‌های رسانه‌ای استریمرای برتری که هستن، اینها رو از سمت مبادی، مثلا میتونه آپارات یکی از اون مبادی باشه که استریمرای برتر رو به ما معرفی میکنه، از سمت مبادی یه سهمیه‌های تعریف میکنیم، معرفی میشن و بر اساس نیازی که اون استریمرها دارن برای اینکه عملکردهای خودشون رو بهبود بدن، ما یه سری حمایت‌های خاص براشون تعریف می‌کنیم که اون خدمات رو می‌تونن در طول یک سال مثل همین شیوهی که در واقع ساختار حمایتی همگرا پیش از این داشته باشن و این گسترش در واقع حمایت‌های بنیاد به حیطه‌های غیر از تولید بازی خواهد بود. بسیار عالی. خب اگر صحبتی هست، سخنی هست، حرفی هستش که من نپرسیده باشم و شما دوست داشته باشین بزنین، صبح عنوان سخن پایانی بفرمایید که ما گوش بدیم. بفرمایید. اگر چیزی من نپرسیدم یا شما خودتون بخواید اضافه کنید. حالا انتهای چیز فکر کنم انرژی بیشتر شما خوشحال‌تر. نه نه نه. من خواستم بگم که اگر مورد دیگه هست، چون من نمیتونم بیام جلو، این تصویر رو میبنده. مجبور بودم چیز کنم. من یه ذره یه لحظه آف دادن گفتم یه لحظه بیام جلو برگردم. ما به عنوان سخن آخر، من اگر که بخوام بگم، بنیاد خیلی نگاه مثبتی به بحث استریمینگ داره به عنوان یک ترند جدید، نگاه مثبتی به بحث ای‌اسپورت داره به عنوان یک ترند جدید و در حال رشد، چه به لحاظ چرخش مالی چه از بعد فرهنگی در واقع بخوایم این حوزه رو نگاه بکنیم، و تمام تلاش و برنامه ریزیشو داره میکنه برای سال آینده که این حوزه رو از همه لحاظ بهبود بده و کمک بکنه به این حوزه، و ما داریم ورود میکنیم بیشتر از قبل به این حوزه و سعی میکنیم قسمت‌های بیشتری از این حوزه، مشکلاتی که وجود داره، به خصوص مشکلات فنی که بازیکن‌ها دارن، در خصوص مشکلاتی شبیه پینگی که در واقع باش مواجه هستن و پیگیری‌هایی که بنیاد در این رابطه داره میکنه و ارتباطاتی که با وزارت ارتباطات میگیره، یه مقدار این مشکلات در واقع بهبود پیدا کنه که ما بتونیم در واقع خدمات بهتری به بازیکنان این حوزه که در واقع مخاطبان اصلی بازی‌های رایانه‌ای در کشور هستن بدیم. بسیار عالی. شما چی؟ خیلی ممنون از فرصتی که به ما دادیم. ما هم فکر می‌کنم دیگه کاملا گفتنیا رو گفتیم و دیگه بعد فکر می‌کنم منتظر بشیم در سال 1400 ببینیم که اینایی که گفتیم چقدرش محقق میشه، چقدر دستمون باز میشه، ان‌شاءالله کرونا هم تمام بشه و بتونیم توی انسیتو دوباره رویدادهامون رو اثر بگیریم و بازی‌سازا رو دور هم دیگه جمع بکنیم. انشالله. امیدواریم ما هم دیگه کرونا دیگه نفسه آخرش رو بکشه و دیگه 1400 با ما نباشیم. ما از طریق اسپانسرمون رومیز دو تا هدیه برای شما داریم، یکی برای شما متشکرم، یکی هم برای شما خدمت شما گفتم خدمتتون بدم. بازی هستش و حالا چیزهای دیگر
فکر کنم رکب داخلش باشه. متشکرم. خواهش میکنم. مرسی ازتون که تشریف آوردین. خیلی لطف کردین. باعث افتخار. خیلی صحبت‌های درست و خوبی بود و امیدواریم که به قول شما همش اتفاق بیفته و جامعه هم گیم رو بیشتر بپذیره و بیشتر دوست داشته باشه. دمتون گرم، دم شما هم گرم که ما رو تحمل کردین، ما رو دیدین و برنامه ما رو دنبال میکنین. خیلی مخلصیم.